فیلمی را که مشاهده می کنید مستند بوده و اعتبار و سطح آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، به منظور تقویت جنبه نمایشی فیلم بدون خللی در متن اصلی داستان نکات اندکی تغییر یافته است. دو سال تو استانبول موندگار شدیم، روزهای خوبی داشتیم، ولی میدونستم که این روزهای خوش داره به پایان میرسه، چون زندگیمون با خطرات متعددی روبرو بود. برای همین تصمیم گرفتیم اونجا رو ترک کنیم و اولین جایی که رفتیم بوسنی بود، کشور بوسنی، و از اونجا به وسیله قاچاقچی‌ها تصمیم گرفتیم به اتریش بریم. امیدوار بودیم که اونجا به ما پناهندگی بدن. برای همین شبها رو حرکت میکردیم و روزها رو استراحت، گاهی پیاده، گاهی هم با ماشین. اما هرچی به مرز نزدیکتر میشدیم خطر دستگیری ما بیشتر میشد. Jedno po jedno, nemáte nedržistíte na jednaž. Super. Jak nabar, až můjím rád vyšit. Jaký, jaký? اول قاچاقچی رد شد، بعد استر دخترم و بعد مردو خیلی راحت رد شدن. اما مطمئن نبودم که جوزف بتونه راحت و با اطمینان رد بشه. نگران جوزف بودم. بیا باش پسرم. ببین این بچه هست. بذار منم باش برم. برو. برو پسرم. جلوی ما خودشو نشون داد و شروع کرد با من صحبت کردن. گفت اومدم تا تو رو با خودم ببرم. اون خدایی که در موردش صحبت میکنی کجاست؟ رو کردم به خدای خودم، گفتم خداوندا، آیا ما رو آوردی تو این برهود تا از بین بریم؟ کجای کار من اشتباه بوده و کجا رو به خطا رفتم؟ هی خسرو، نونو بده. بچه ها به نظر شما قیافه این خسرو مثل مرد متحرکای تو فیلم های آمریکایی نیست؟ نه بابا، فقط باید خسرو جان یکم بیشتر غذا بخوره. به مادرتون گفتم از اون غذاهایی که من به باباتون میدادم اینجور سرحال و چاق و چله است، برای خسرو جانم بپزه تا اینم خوب و سرحال بشه. ای خسرو، کجایی؟ باید برم سر کار. سر کار؟
تو الان باید دانشگاه باشی. از شما که بیشتر پول در میارم. مگه پول در میارم به خاطر اینه که دارم درس میخونم، نه اینکه مثل بعضیا درس رو ول کنم و برم سراغ کار، اونم تازه کار تو شرکت تلفن. بس دیگه، ساکت، بس بچه‌ها. وقتی پدر بزرگتون مرد، خدا بیامرزه، سر تشییع جنازه‌اش همه گریه کردن به جز خسرو. بچه‌م خیلی ناراحت بود اون موقع. تو از کجا میدونی؟ خودش برام گفتش. به من که هیچ وقت هیچی نگفت. من سر کار یه دوست داشتم، افسردگی داشت. خب؟ معلومه دیگه. چی معلومه؟ خسرو افسردگی داره. باید برای پسرمون دنبال یه دختر خوب بگردیم. دختر عمش، دختر داییش. خسرو فقط همینو بخواد. فرزین، بالاخره نگفتی بابتون دوست چی شد؟ چه بلای سرش اومد؟ خب خودکشی کرد. ما یه خانواده پر جمعیت هستیم و معمولاً خانواده‌های پر جمعیت تو ایران اتفاقات زیادی براشون میفته. تا اون زمان خانواده من اشکای منو ندیده بودن و همه فکر میکردن من یک شخص بی احساس هستم. اما روز به روز داشت اوضاع من بدتر و بدتر میشد. خواستم از طریق قوانین و شریعت خدا به خدا نزدیک بشم. از طریق خوندن کتاب‌های مختلف، شرکت تو مراسم‌های مختلف، می‌خواستم ببینم خدا کجاست، ولی او رو پیدا نمی‌کردم. یه احساس عجیبی داشتم، اون خلأ درونیم هیچ جوری پر نمی‌شد. تا اینکه یک روز داشتم قدم می‌زدم و می‌رفتم سر کار، از جلوی یک کلیسا رد شدم که همیشه از اونجا عبور می‌کردم. اما فرقش این دفعه این بود که یک صدایی از داخل اون کلیسا منو به طرف خودش صدا می‌کرد. هر روز که از سر کار برمیگشتم از یک مسیر دیگه به خونه میرفتم، اما انگار اون صدایی که صبح منو به طرف خودش خوند به هم میگفت از اون مسیر برگرد، مسیری که صبح رفتی. ببخشید خانم، کسی اینجا نیست؟ شما کی هستی؟ خسرو خدادادی. اینجا چی میخوای؟ میخواستم ببینم چه خبره اینجا. شما این کلیسا میاین؟ آخه به من میاد مسیحی باشم. نه ببخشین. خب مردم کی میان اینجا؟ یک شنبه ها. آها. خب مرسی خانم، من برمیگردم. ولی انتظار نداشته باش کسی رو اینجا یک شنبه ببینی. تا اون روز یادم نمیاد که اشتیاق رسیدن چیزی یا روزی رو داشته باشم، نه برای تولدم، نه برای فارغ التحصیلیم و نه هیچ روز دیگه برام زیاد مهم نبود. برای اولین بار بود که مشتاق بودم یک روز برسه، اونم روز یک شنبه. خانشت والت رب نونه و برونو سور خیمه بیتا الکس بابا و مارله حال سامی با این آزن نبسمن بیو. وارد کلیسا که شدم تعدادی پیرزن و پیرمرد مسن رو دیدم و شخصی مردی که داشت اونجا صحبت میکرد. هیچی اون روز دستگیرم نشد، چون نمیدونستم به چه زبانی داره صحبت میکنه. بعدم فهمیدم که این شخص به زبان آسوری که زبان اقلیت‌های مسیحی ایرانه صحبت میکنه. برشل ریگای تپل خانق ناشخینه. سلام پسرم. خوش آمد. متشکرم. بشین بشین. مرسی. چه کمکی میتونم برات بکنم؟ از کجا شروع کنم؟ من قبلا از اینجا رد شده بودم، ولی هیچ وقت این تو نیامده بودم. پاشو پاشو، یه چیزی دارم میخوام بهت نشون بدم. انجیل شریف؟ موضوعش چیه؟ این مهمترین کتابیه که بهت میدم. تا
داستان زندگی عیسی به زبان خودته. وقتی اینا رو خوندی برگرد بیا اینجا دوباره منو ببین. قهقداریم اگه بخندی بد نمیشه. حالا بریم. طلب نموده در میان ایشان برپا داشت و گفت هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد همان در ملکوت آسمان. تمام عهد جدید رو خوندم، اما همون آدم قبلی بودم و هیچ چیزی در من عوض نشده بود. اما باز شروع کردم از اول خوندن. بارها و بارها این کارو کردم، با اینکه احساس میکردم هیچ تغییری در من صورت نگرفته، اما انگار یه چیزی و یه کسی به من میگفت که بخون و ادامه بده و من این کار رو بارها تکرار کردم. یک روز که از سر کار به خونه اومدم، خشم و ناامیدی و یأس تمام وجود منو گرفته بود. احساس میکردم هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه منو کمک کنه و من در تنهایی تمام و کامل هستم. اگر تو حقیقی هستی بیا با من صحبت کن، اگر نیستی برو بیرون، برو بذار خسرو بمونه. دست تو به من بده و زندگیت عوض میشه. نمیدونستم کیه، فقط میدونستم که یه رویا بود، خواب نبودم، چون خودم کتاب رو پرت کرده بودم گوشه. بود جالب اینجا بود که توی اتاق صدا رو میشنیدم، صداهای دیگه بود، مثل صدای قلقل سماور مادرم. این شخص اصلا احساس میکردم که غریبه نیست، انگار از بچگی با من بود، از دردهایی که با بچگی داشتم با من بود، انگار از همون زمان با من صحبت میکرد. برای همین احساس غریبگی نسبت بهش نداشتم. وقتی که گفت دستتو به من بده، دستم رو بدونی که بترسم و بدونی که عقب بکشم به اون دادم. اون دستش رو توی دستای من گذاشت. دستمو به طرفش دراز کردم و دستش روی دستم گذاشت. احساس عجیبی داشتم، انگار از سر انگشتام برقی تمام وجودم رو گرفت، تمام بدنم خیز شده بود و احساس خیلی خوبی داشتم. اون پوسته قدیمیم ترکیده بود و از شخصیت قدیمیم ریخت و تبدیل به یک انسان جدیدی شدم. میکنم که اون لحظه‌ای که دیدمش تمام غم و یأس و ناامیدی ازم داشت میرفت، یه شادی ابدی که همیشه به دنبالش بودم داشت به من میومد، تمام دردها داشت میرفت، تمام فشارها داشت میرفت، تمام اون زخمایی که روی من بود و باعث شده بود که یک شخص خیلی خشن نشون داده بشم داشت از بین میرفت و به جاش شادی خدا میومد. چشمامو که باز کردم همه چیز و همه کس قشنگ شده بود، همه چیز به نظرم عالی می اومد.
پدر مادرم، خونه قدیمیمون، حتی اون حوض قدیمی که توی حیات خونمون بود، چقدر به نظرم زیبا بود با اون ماهیای قرمز و قشنگی که داخلش بود. همه چیز برای من عوض شده بود و تازه شده بود. خسرو جان، تو تولد تازه داری، تو الان یه خلقت تازه ای توی عیسی مسیح هستی. کشیش این کلیسا کشیش جوونیه، فارسی هم خوب میدونه، برو پیشش چیزای خوبی بهت یاد میده. وقتی شروع کردم به اون کلیسا رفتم، کشیش اون کلیسا خیلی سعی کرد با من رابطه برقرار بکنه، خیلی مشتاق بود. با اینکه میدونست از زمینه مذهبی دیگه هستم، اما یه چیزی در من دیده بود و خودم اینو احساس میکردم که من فقط به عنوان یک ایماندار تو کلیسا نیستم، بلکه خدا از من انتظار دیگه ای داره و من خودم نیز این رو در خودم میدیدم که اشتیاق دارم خدا رو خدمت کنم. خدای جسم پوشیده است که به خاطر من و تو روی زمین اومد. به به، مریم کیک ورده. دست شما در نکنه. راستی بچه ها خبر داری؟ خسرو سر کارش رتبه گرفته. نه مامان جون، به من پیشنهاد شده. چه فرقی میکنه پسرم؟ خیلی خوب، من هنوز تصمیم نگرفتم. منتظر چی هستی؟ خیلی خوب، کار دیگه ای هست که من بیشتر خوشم میاد. چه کاریه؟ بابا جون، کار خدا. همه ما از تغییراتی که تو خسرو به وجود اومده خوشحالیم، ولی بابا هر چیزی هم حدی داره. آخه ناسلامتی ما باید چه مسلمون هستیم؟ ببین، من و مادرتون با دو هدف شما رو بزرگ کردیم. اول اینکه در زندگی یاد بگیرید چجوری به هم محبت کنید، و دوم اینکه سخت درس بخونید و اعتماد به نفس داشته باشید و رو پای خودتون بیستید. امروز پسرم خسرو میخنده، گریه میکنه، تو صورت من نگاه میکنه، میگه بابا دوست دارم. اگر عیسی این تغییرات رو در خسرو به وجود آورده، من اصلا مخالفتی ندارم. عیسی به من گفته میخواد من مثل یک سرباز باشم. و تو تصمیم گرفتی؟ هرچی که عیسی بگه، من کارمو ول کردم. مرد حکیم و دانا از بدی میترسد و اجتناب میکنه، اما مرد ساده و نادان از غرور خود رنج میکشه. ایران دچار تغییرات خسرو، اتفاقات عجیبی داره میفته، آزار و اذیت داره شروع میشه و هیچ کس نمیدونه که به کجا ختم میشه. هیچ وقت فکراتو کردی؟ تصمیمتو گرفتی؟ میدونی به خاطر این تصمیم باید بهای زیادی بپردازی؟ بها؟ آره بها، بهایی که شاید مجبور بشی به خاطر این تصمیمت، به خاطر این عقیدت، ایرانو ترک کنی، از این مملکت بری. این بهای زیادی نیست برای کسی که زندگی جاوید به من داده. خدا رو شکر، بیا با هم دعا کنیم. خیلی خوب، خیلی خوب، ما باید حرکت بکنیم، ما اینجا نمیتونیم بمونیم. ترباد پاچینات. ولی اینجا نه.
چجوری؟ پسرتو پیدا کردی؟ یه کسی دست من گذاشتش. دیگر آسیا هستش، آتریش. ما بیشتر از این دیگه نمیتونیم بریم. از اینجا به بعد شما خودتون باید برید. سلامتی بالاخره به مرز اتریش رسیدیم، یا حداقل اینطور فکر میکردیم که به سلامتی رسیدیم. تازه وارد خاک اتریش شده بودیم که پلیس ما رو دستگیر کرد. هنوز عرقمون خشک نشده بود، اما به جای اینکه ما رو به کشورمون برگردونه یا به کشور ترکیه، وقتی فهمیدن که من کشیش هستم خیلی با احترام با ما برخورد کردن. با اینکه هموطن و همزبانمون نبودن، با احترام ما رو به یک پانسیون منتقل کردن و از اونجا از ما مراقبت کردن. وقتی من و جوزف توی رودخونه افتادیم فکر کردم همه چیز تموم شده، اما فقط اونجا شیطان و مرگ جلوی ما رقصیدن و هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد. بعد از 8 ماه اقامت توی کشور اتریش، پناهندگی کشور آمریکا رو به ما دادن و ما به کشور آمریکا آمدیم و در اینجا کلیسای ایرانیان رو شروع کردیم. دوستی که میتونه برای همه ما بهترین دوست باشه. در مورد شخصیتی صحبت میکنم که قدرت برتر در دنیاست و بر هر قدرتی تسلط داره، اما در اینی که در اوج قدرته تمام دردها و دردمندها رو درک میکنه. کسی که میدونه طعم تلخ ترک شدن یعنی چی. او دوست من و دوست شماست. او دوست خانواده من نیز هست، دوست همسرم مردخت، دخترم استر و پسرم جوزف. او عیسی مسیحه، عیسی مسیحی که میتونه زندگی شما رو عوض بکنه. او قادره امروز زندگی شما رو نیز عوض بکنه. یک دنیای پوچ، یک آینده بدون امید، این بود اوضاع روزانه برای یک جوانی به نام خسرو خدادادی. هیچ کس، حتی خانوادهش، او را در حال گریه کردن ندیده بودند. نه تنها گریه، بلکه در حال خندیدن و نشان دادن هیچ گونه احساساتی هم ندیده بودند. به نظر می رسید که او فقط نفس می کشه، اما زندگی نمی کنه. آیا شما هیچ وقت اینطور احساسی داشتید؟ آیا هیچ وقت احساس کردید که فقط دارید زندگی می کنید، اما نه زندگی واقعی؟ فقط منتظر هستید که روزی زندگی به پایان برسه و همه چیز به زودی تمام بشه. دوست عزیز، لزومی نداره که داستان زندگی شما اینطوری ختم بشه. زندگی شما باید پر از معنی و مفهوم و هدف باشه. عیسی مسیح آمد تا به هر یک از ما این زندگی واقعی رو بده. در انجیل خداوند قول زندگی پر و لبریز شده را به همه میده. خسرو جوان نیز وقتی تصمیم گرفت که قلب و فکر خود را به خداوندی عیسی مسیح باز کنه، همین وعده خدا در انجیل رو تجربه کرد. دعوت خدا برای خسرو به صورت یک دست بود که به سوی او دراز شد.
نه فقط یک دست، بلکه دست نجات دهنده، دست خدای زنده که میخواست به خسرو آینده‌ای پر از امید بده. خسرو دست خود را به سوی اون دست دراز کرد و زندگیش از آن روز به بعد عوض شد. دوست عزیز، همان خدایی که در دنیای خسرو جوان وارد شد میخواد در زندگی شما نیز بیاد. او میدونه درست در چه موقعیتی هستید و در چه حالی زندگی میکنید. او استرابها، ترسها و درد دلهای شما رو میدونه. او به زمان و مکان و زبان و مذهب خاصی محدود نیست. او همه مردم رو به طور یکسان دوست داره. او شما رو دوست داره. او میخواد که دوست شما باشه. میخواد که نجات دهنده شما باشه. آیا حاضری دست او رو بگیری؟ شاید با شما در خواب یا رویا ملاقات بکنه، شاید هم نه، اما میخواد با شما باشه. دوست عزیز، هر که هستی، در هر کجا که هستی، اگر نام عیسی رو از ته قلب و با صداقت صدا بزنی، او 100% جواب میده. شاید سوال کنید که چگونه او رو صدا کنم؟ چه کاری باید انجام بدم؟ اگر میخواهید این نجات دهنده بی نظیر رو ملاقات کنید که زندگی خسرو رو عوض کرد، میخوام من به شما کمک کنم این کار رو امروز انجام بدید. بدونید که خدا هم مشتاقانه منتظر ملاقات با شماست. دست او، بلکه قلب او دراز شده تا دست شما رو بگیره. همین حالا این دعا را با من بکنید. این کلمات رو پس از من از ته قلب تکرار کنید. خدای محبت داره گوش میکنه. او هیچ کس رو که با صداقت و راستی به سوی او بیاد رد نمیکنه. هر کاری که شما کردید یا نکردید فرقی نمیکنه. خدا من میخواد که شما رو در آغوش گرم خودش بگیره. اگر شخص مذهبی بودید، خدا نمیخواد به شما مذهب بده، بلکه میخواد خودش رو به شما بده. شاید شخص مذهبی نبودید و حتی از چشم مذهب رد شدید و کافر خوانده شدید. شاید خود شما خدا رو رد کردید، اما بدونید خدا شما رو رد نکرده. آغوش او با محبت برای شما نیز بازه. او خدای محبته و محبت عجیب و بی‌نظیر او تمام گناهان رو میپوشونه و یأس و ناامیدی، غم و دردهای ما رو از حضور پر محبت، پر آرامش و پر امید خودش پر میکنه. بیایید با هم دعا کنیم. بیایید تا نام خداوند رو با هم صدا بزنید. اینطور دعا کنید: خداوندا، تو رو شکر میکنم که منو دوست داری. عیسی مسیح، تو رو به قلب و زندگیم دعوت میکنم تا غمها، ناامیدیها، افسردگیهای منو برداری. به من امید بده، به من زندگی تازه بده. تو رو شکر میکنم و باور دارم هر که به تو ایمان بیاره از نو متولد میشه و زندگی تازه‌ای رو شروع میکنه. تو رو شکر میکنم امروز منو پذیرفتی و به من قلب و زندگی تازه ام دادی. در نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان، اگر این دعا رو کرد، بدونید جواب خدا بله است. از امروز زندگی تازه‌ای رو شروع کردید. قلب شما، زندگی شما از محبت، آرامش، امید او پر شده. پس از امروز شما مال خداوند هستید و عیسی مسیح مال شماست.